ناپدید شدن خانواده یدیم درد مجری سابقه رسونه تلو در آبای ایتالیا. ناپدید شدنی که یدیم درد شب گذشته با هزاران درد و غم بیان کرده است. چی کسی از یدیم درد در رای قاچاقی با آبای ترکیه ناپدید شده است و در مورد اقاربش چی گفته است؟ سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر کانال ما خوش آمدید. جهت حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. سفارت افغانستان در ایتالیا روز شنبه اعلام کرد که پس از شناسایی و تثبیت هویت قربانیان کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا معلوم شده است که 32 نفر از جان باختگان مهاجرین اهل افغانستان بوده است. این سفارت می گوید احتمال حدود 180 نفر در کشتی حضور داشتند و تا اکنون 67 جسد پیدا شده است. یک قایق چوبی عامل پناهجویان روز یکشنبه هنگام تلاش برای نزدیک شدن به سواحل شهر کروتونه غرق شد. تا اکنون 64 جسد یافت شده، اما بیمیان می رود که بیش از 100 نفر جان باخته باشد. شمار دقیق سرنشینان این قایق معلوم نیست، اما بین 150 تا 200 نفر تخمین زده شده است. رئیس انجمن افغانای مقیم ایتالیا به بی بی سی گفت همکارانش در صحبت با افغانایی که در بیمارستان بستری هستند دریافتند شمار افغانا در این قایق حدود 130 نفر بوده است و 72 نفر جان باختند. او گفت 14 نفر از جان باختگان کودک بوده است. تازه گزارش هایی در صفحات مجازی دست به دست می شود که اقارب و نزدیکان یدیم درد مجری سابق رسانه تلو کلن در مسافرت جرمنی زندگی می کند در این قایق حضور داشته است و تا هنوز از زنده ماندن و یا در گذشت وی چیزی در دست نیست. این در حال است که یدیم درد شب گذشته تصاویر دردناک غرق شدن مهاجرین افغان را در صفحات مجازی منتشر کرد و گفت برای خانواده داغ دیده افغان دعا کنید تا اقاربشان را زنده و سلامت به دست آورند. هرچند تو هنوز یدیم درد در مورد واقع داشتن ماجرای غرق شدن خانواده و اقاربش در این رویداد چیز بیان نکرده است، اما گزارش های جدید در صفحات مجازی حاکی این است که خانواده و اقارب نزدیک این مجری در این کشتی حضور داشته است و تا هنوز از زنده بودن و در گذشت آنها اطلاعات در دست نیست.